روز 24 ماه شعبان سال روز ارتحال مجدد اول آیت الله العظما سید محمد حسن حسینی جد مادری و عموی پدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی می باشد که در روزگار خود زعیم بلا منازع مقام مرجعیت بودند و با فتوای مشهور خود مبنی بر تحریم تنباکو استعمار انگلیس را به زانو درآوردند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. آیت الله العظما میرزا محمد حسن شیرازی در سال 1230 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشودند. ایشان از 4 سالگی شروع به تحصیل علوم دینی کردند و در 8 سالگی مقدمات را به پایان بردند. ایشان مدت 10 سال در اصفهان به کسب علوم پرداخته و از محضر علمای بزرگواری چون مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، میرزا حسن خاتون آبادی و علامه شیخ محمد ابراهیم کلباسی کسب فیض کردند و در سال 1259 هجری قمری به نجف هجرت کردند. پس از رحلت شیخ مرتضی انصاری در سال 1281 هجری قمری زعامت شیعه به میرزای بزرگ شیرازی محول شد و ایشان 3 دهه در این مقام به رفع مشکلات مردم و اداره حوزه‌های علمی مشغول بودند. میرزای شیرازی همزمان با رهبری جامعه اسلامی شاگردان بسیاری را به جامعه اسلامی تقدیم و کتب متعددی را تألیف کردند. آیت الله العظما سید محمد حسن شیرازی پس از سفر حج در سال 1282 هجری قمری و اقامت در نجف و سپس کربلا در نیمه شعبان 1290 هجری قمری راهی کازمین شدند و از آنجا به سوی سامرا رفته و اواخر شعبان 1291 قمری وارد سامرا گردیدند. میرزا در سامرا کرسی درس تشکیل داده و اکثر شاگردان ایشان از نجف به سوی سامرا آمدند و حوزه علمی سامرا شکل گرفت. زمانی که میرزای شیرازی در سامرا اقامت گزیدند، تشیع، نشاط و روح تازه خود را در این شهر بازیافت و عده زیادی از اهل علم، تجار و کاسبان به سامرا مهاجرت کردند. قبل از هجرت میرزای شیرازی، تشیع در سامرا در مدتی بسیار طولانی گرفتار ضعف و گمنامی گشته بود و این شهر با فرهنگ شیعی و علوم آن بیگانه بود. سامرا در انحصار اهل تسنن و میدانی برای رقابت عشایر و تعصبات قبایل بود و شیعه و زائران حرم امامین عسکریین احساس امنیت نداشتند. یکی از حوادثی که در ایام زعامت میرزای شیرازی رخ داد نهضت تنباکو بود. حکم تاریخی ایشان درباره انحصار تنباکو چنان مردم را به صحنه کشاند که ناصرالدین شاه قاجار مجبور به فسخ قرارداد تنباکو شد. سید العلماء و المجتهدین میرزا محمد حسن شیرازی روز 24 ماه شعبان سال 1309 هجری قمری در 82 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سل در کازمین چشم از جهان فرو بستند. برخی دلیل رحلت ایشان را مسمومیت ذکر کرده و معتقدند که ایشان به شهادت رسیدند. پس از ارتحال ایشان عشایر عراق، علمای اعلام، پیروان دیگر مذاهب اسلامی و سایر ادیان پیکر مطهر ایشان را از سامرا به کازمین و از کازمین به کربلای معلا و از آنجا به نجف اشرف بردند. سفری چند صد کیلومتری که 9 روز به طول انجامید و در روز دوم ماه مبارک رمضان در مدرسه مجدد شیرازی که محل تدریس علما بوده و از سمت شمال در کنار درب توسیه خارج از صحن منور می باشد دفن گردیدند. علی اکبری، اخبار شیعه.